سلام رفقا، حال شما چطور؟ آقا ایشالله که خوب خوب باشین، هر جایی هم که هستین سالم و سلامت و اوضاع و احوال و همه چی هم ردی فراوان خوب و عالی. من احمدم این هستم و اینجا کانال یوتیوب دنیای مستر پانک و امروز اومدیم سراغ بازی کلش رویال. اونایی که حالا کانال رو از چند وقت پیش دنبال میکنن و این چیزا احتمالا در جریان هستن که ما خیلی وقت پیش، تقریبا میتونم میگم 2-3 ماه پیش، اومدیم و یه ویدیویی قرار دادیم که حسابی هم مورد استقبال قرار گرفت و اومدیم دوش 25 مورد از بند و بساطهای مختلفی که باید به بازی کلش آف کلنز اضافه میشد و با هم دیگه بررسی کردیم، نقاط ضعف بازی که باید برطرف میشدن یا حالا چیزایی که باید به بازی اضافه میشدن و کلا مشکلاتی که بازی داشت و بهتر بود که اوکی میشد. حالا ما اومدیم این دفعه سراغ بازی کلش رویال، میخواییم همون کار رو با بازی کلش رویال انجام بدیم، بریم سراغ این دفعه یه خورده کمتر، چون توی ویدیو قبلی بچه ها گفتن خیلی تعداد زیاد، ویدیو 100 ساعت شده، کمش کن فلان و این چیزا، و توی این ویدیو میخواییم بیاریم سراغ 15 مورد از ایده های جدید که باید به بازی کلش رویال اضافه بشن، با این تفاوت که آره ما چند وقت پیش توی قسمت کامیونیتی همین کانال یوتیوبمون اومدیم یه پست قرار دادیم و من از شما خواستم که ایده‌های جدیدی که باید به بازی کلش رویال اضافه بشن رو برای من بنویسین و خب خیلی از ایده‌هایی که توی این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه بررسیشون بکنیم چیزایی که خودتون برام نوشتین و از همونا استفاده شده. اون ایده‌ای هم که حالا برای من تو کامنت‌ها نوشتین و توی این ویدیو قرار نگرفته توی پارت‌های بعدی همین ویدیو می‌ریم سراغشون، اوکی و حتماً حواسم بهشون هست. فقط مثل همیشه اگه حتی یه ذره از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، خدایش 2 دقیقه وقت نمیگیره، حتی دم شما گرم، بریم سراغ ویدیو. مورد اول آقا جان، اومدیم سراغ چالش هایی که ما همیشه به طور هفتگی و ماهیانه تو بازی کلش رویال داریم و یکی از رومخی ترین قضیه ها راجع به این چالش ها اینه که اکثر این چالش ها جریمه 3 بار باخت داره، یعنی شما اگه 3 بار به بازی جریمه میشی دیگه نمیتونی ادامه بدی مگر اینکه جم داشته باشی به اندازه کافی بیای جم بزنی و ادامه شو. این حرفا ما توی بازی کلش آف کلنز هم چالش داریم، ماهی 1 بار 2 بار چالش بر ما میذاره، این حرفا رو نداره اگه نزدی تموم و فلان و جریمه و جم بزن و این حرفا، و خب سر همین هم است که چالش های بازی کلش آف کلنز مورد استقبال بیشتری قرار میگیره. ما این 3 بار باخت و برش دار که همه بتونن دسترسی داشته باشن به اینجور چیزا، نهایت مثلا بعضی از چالش های خیلی خیلی خاص حالا فقط 3 بار باخت بزن، نه هر چیزی و 4 تا دونه مسابقه باید بدی باید 3 بار به بازی باید دوباره از نو جم بزنی و فلان و یارب. خیلی رو مخه این قضیه 3 بار باخت بازی کلش رویال باید یه جوری محدود بشه، نمیگم حالا کامل حذف بشه و این حرفا، ولی خب مطمئنم خیلیاتون با من هم نظر هستین که واقعا قضیه رو مخیه و همینه که اصلا چالش های بقیه بازی های ذره محبوب تر و این حرفا. اگه چالش ها رو اصلا 3 بار باخت رو بکن 7 بار باخت بکن 5 بار باخت، خیلی ظلمه 3 بار باخت، تا میای ترکیب دستت بیاد باختی تموم شده تورنمنت. یه ذره این قضیه باید اصلاح بشه، یا اصلا حالا تورنمنت هایی که جوایز عامتری داره مثلا میخواد به ما ژتون و این حرفا بده، اینا رو رایگان کن دیگه، شالش کن بره دیگه، همه دسترسی پیدا بکنن به جوایز. نهایت اونایی که میخوای اسکین خاص و این چیزا بدی اونا رو بکن 5 بار باخت، یا حالا اونایی که بلیت طلایی خریدن یه جوری به نفعشون بشه و این حرفا. مورد دوم آقا جان، همینجا میخوام بگمش، تو ویدیوی 25 تا ایده کلش آف کلنز گفتیمش، اینجا هم میخوایم بگیمش، اونم در رابطه با بلیت طلایی بازی کلش رویاله. اگه بازی کلش رویال هم مثل بازی برال استارز بیاد و این قابلیت رو اضافه بکنه که ما بتونیم با جم هم بلیت طلایی رو تهیه بکنیم خیلی خوب میشه. آقا حالا بعضیا واقعا حالا با این وضعیت دلار و فلان و این چیزا، اونایی که تو ایران هستن خیلی براشون سخته که بخوام بلیت طلایی تهیه بکنن و این حرفا. حالا چی میشه مگه یه قابلیتی هم اضافه بشه که مثل بازی کال اف دیوتی موبایل، مثل برال استارز، مثل خیلی چیزای دیگه، مثل استانبول گایز که با هم دیگه بررسی کردیم و این چیزا، بشه با جم هایی که ما از توی خود بازی خورده خورده جمع میکنیم هم 2-3 ماه یه بار بتونیم بیایم یه بلیت طلایی تهیه بکنیم. اونایی که حالا دسترسی ندارن به خرید بلیت طلایی و این حرفای پرداخت دلاری و این حرفا بتونن از این گلدن پس بازی استفاده بکنن. مورد سوم آقا جان، اون برای بچه‌هایی که تو بازی کلش رویال به آرنای 14 رسیدن دیگه میتونن از قهرمانای داخل بازی مثل کوین و گلدن نایت و مایتی ماینر و همه اینا استفاده بکنن، بعد اینا هم که خب یکی از یکی قوی تر، مایتی ماینر فقط کافیه برسه مثل اینفرنو دراگون زده مپ داغون کرده، کوین فقط کافیه زوم بکنه قدرتشو بزنی داغون میکنه، در نتیجه حالا که اومدی این چمپیونا رو وارد بازی کردی دهن بقیه رو سرویس کردین، به خصوص اونایی که هنوز به لول 14 بازی
نرسیدن، پس حالا دیگه نیازی که هد هانتر رو هم از بازی کلش آف کلنز برش داری بیاریش تو بازی کلش رویال اضافهش بکنی. واقعا ما الان نیاز داریم که کارت هد هانتر به بازی کلش رویال اضافه بشه و کار اصلیش این باشه که دمیج بیشتری رو به هیروهای بازی وارد بکنه، به چمپیونای بازی وارد بکنه. یعنی چی؟ دقیقاً مثل بازی کلش آف کلنز. یعنی در حالت عادی هم کاربرد داره، هم زمین رو میزنه هم هوا رو میزنه، کارت اوکیه، ولی خیلی قدرتش کمه و ضعیف و سریع هم از بین میره. ولی وقتی اون چمپیونا یا هیروها میان جلوش، دمیجی که وارد میکنه سرسام آور، خیلی بیشتره. به یه همچین چیزی ما توی بازی کلش رویال هم نیاز داریم. باید هد هانتر رو بازی کلش رویال اضافه بشه تا بتونیم جلوی چمپیونا بهتر و راحت تر عمل بکنیم. مورد چهارم آقا جان، ما توی بازی کلش رویال بیبی دراگون داریم، اینفرنو دراگون داریم، از این جفت اسکلت هم چی چیه دراگون ها، همه چیز میزای مختلف و اینا رو همه رو داخل بازی کلش رویال داریم، ولی دراگون عادی رو نداریم. خب چرا بیبی دراگون گذاشتی، اینفرنو دراگون گذاشتی؟ خب این دراگون عادی خار داره، خب اینم اضافهش بکن دیگه. ما تو بازی کلش آف کلنز همه انواع اینا رو داریم، اینجا هم داریمشون بجز دراگون معمولی. به نظر من میشه دراگون معمولی رو هم با اکسیر 5 تا به بازی اضافه کرد، چون واقعا قوی تر از بیبی دراگونه، میتونه ضربات بهتری وارد بکنه، پس در نتیجه باید اکسیرش بیشتر باشه. و خب کارش با اینفرنو دراگون واقعا فرق داره، مشکلی واقعا ایجاد نمیکنه. به نظر من دراگون عادی که توی بازی کلش آف کلنز وجود داره میتونه به بازی کلش رویال هم اضافه بشه، قطعا خیلی کمک میکنه. مورد پنجم آقا جان، یکی از چیزایی که باید به این قسمت ماجیک آیتم اضافه بشه معجونه. یعنی چی؟ ما تو بازی کلش آف کلنز یه سری معجون داریم که اگه ازشون استفاده بکنیم، مثلا به مدت یک ساعت میتونیم خیلی سریع تونتون نیرو بسازیم، یا حالا قابلیت‌های مختلفی که دارن. توی بازی کلش رویال ولی اصلا هیچ معجونی وجود نداره. یعنی به طور مثال من اگه بیام و مثلا توی این اکانت هم وارد این کارت مارتان بشم، این کارت مثلا حفاظم گاردم لول 8 و داغونه، ولی خب من دلم میخواد الان از این کارت استفاده بکنم، ولی خب اگه بخوام کارت لول 8 رو بیارم لولشو ببرم بالا، باید یه چندین ماه تمرکزم رو بذارم روش تا قوی بشه و این حرفا. خب آقا من یه جف زده به سرم، همین الان میخوام قوی اینو داشته باشم، یه معجون باید بازی کلش رویال اضافه بکنه که به طور مثال اگه من از اون معجون استفاده بکنم به مدت مثلا یک ساعت، من این حق رو داشته باشم که حالا از یک کارت یا از همه کارت‌ها دیگه، واقعا این دست خود بازی که چطور میتونه اینو اضافه بکنه، در حد اکثر سطح لولی که خودمون داریم بشه ازش استفاده بکرد. مثلا این اکانت من الان لول 13 به طور مثال، خب من الان اگه از اون معجون استفاده بکنم میتونم برای مدت یک ساعت بیام و از این گارد، از این روح سلطنتی، از این لایتنینگ، از این چیزایی که لول خیلی پایینی داره مثلا توی این اکانتم، در حد مکس مثلا لول 13 شون استفاده بکنم، خیلی هم خوبه، خیلی به دردمون میخوره. نه فقط هم توی این نبردای معمولی، همه جا به طور مثلا توی این نبردای رودخونه و وار و این چیزا هم میشه ازش توی اون یک ساعت فقط استفاده بکرد. نهایت که نیست، ما اومدیم فقط یک ساعت میخوایم ازش استفاده بکنیم با استفاده از معجونی که مثلا زدیم و تعداد بی نهایتی هم ازش نداریم. قطعا بازی همین الان اینجا رو هم نگاه بکنیم نمیاد به ما زیاد کتاب و فلان و این چیزا بده دیگه، حتی اگه بلیت طلایی هم تهیه بکنی. پس میتونه واقعا یه همچین چیزی هم به بازی اضافه بشه که یه معجونی چیزی باشه که کارتای ما رو، کارتایی که حالا به خصوص ضعیف تر هستن و برای مدت محدودی مثلا یه ساعت، به حد اکثر سطح لول خودت برسونتش. بگم ما توی همین مورد خب بازی میاد و یه لطفی میکنه که هر ماه، حالا بستگی به تمی که اون ماه داره، میاد یکی دوتا کارتو مثلا بوست میکنه که حالا به مدت مثلا 30 یه ماه میاد اون کارتو برای ما حد اکثر سطح خودمون میکنه. ولی خب در کنار این میشه یه همچین چیزی هم اضافه میشه، واقعا به کسی بر نمیخوره، خیلی هم بازی رو جذاب تر میکنه. مورد ششم آقا جان، ارتقا دادن کارتای اپیک، یعنی همین بنفشا، توی بازی واقعا کار سختیه. یعنی یا باید حالا دور بزنی و از این ابر کارتا و این چیزا پیدا بکنی، حالا تو جوهای مختلف یا بلیت طلایی گرفته باشی و این حرفا، یا صبر بکنی روزای یک شنبه که توی بازی یک شنبه حماسی و این حرفا، یک بار مجازی که رک بدی حالا سه چهار تونه کارت بگیری یا این حرفا بستگی به لولت. ولی خب این واقعا خیلی رو موقع، حالا شما که اومدی لطف کردی میگی یک شنبه حماسی اجازه میدی یه بار رک داده بشه، توی طول شبانه روز از اونجایی که رک هر 8 ساعت یه باره میشه 3 بار رک داد، اگه از حد اکثر زمانت استفاده بکنی میتونی 3 بار رک بدی. خب آقا جان اون یک شنبه حماسی تو حداقل کلش رو حماسی بکن، نه فقط یه بارشو، بذار حداقل تو همون روز یک شنبه ما 3 بار رک حماسی بدیم، یه ذره این کارتای اپیکمون رو بتونیم سریعتر ارتقا بدیم. حالا همه که نیستن تو بازی همینجور بچپن هر 3 بار رو رک بدن، به هر حال اگه این قابلیت به بازی اضافه بشه که حداقل روزای یک شنبه که میتونیم کارت اپیک رک بدیم هر 3 باری که
که مجازیم رک بدیم و این کارو بتونیم انجام بدیم خیلی اوضاع بهتر میشه. همینجوریش سخته یه ذره حالو شل بکنه به کسی بر نمیخوره. مورد هفتم بی ربط نیست به مورد قبلی. ما روزای یک شنبه همونطور که تو مورد قبلی گفتیم یک شنبه حماسی داریم، میتونیم یه بار فقط رک کارت اپیک بدیم و این حرفا. خب به نظرم خیلی جذاب میشد اگه حالا نه هر هفته ولی هر یک ماه یک بار، ماهی یک بار، چهار هفته یک بار اجازه داده میشد که آقا جان ما یه رک کارت لژندری بدیم. آ چی میشه لژندری که اصلا دیگه گیر نمیاد، مگر اینکه حالا تو وار رودخونه و فلان و این چیزا اول بشی یا چی بشه، حالا یه دونه بازی بهت بده. خب حالا ماهی یه بارم بذار ما یه دونه، نه چهار تا دونه، که یه دونه فقط رک بدیم کارت لژندری. خیلی خوب میشه، خیلی به درد میخوره، همون یه دونه خیلی امید بار میشن بهش. خیلی خب آقا بریم سراغ مورد هشتم. یکی از چیزهای خیلی باحال داخل بازی کلش رویال این اسکین تاوراست که میاد تاورای ما رو خیلی خوشگل تزیین میکنه، حالا بستگی به تممون ماه و این حرفا، ولی فقط معمولا اینطور بوده، حالا همیشه به جز یکی دو ماه که هدیه داد بازی، معمولا اینطوری بوده که فقط گیر اون افرادی میاد که بلیت طلایی تهیه میکنن و اونایی که نمیتونن بلیت طلایی تهیه بکنن سرشون بی کلاه میمونه و از این اسکینا گیرشون نمیاد. خب اوکیه، این قضیه رو ما الان باش مشکل نداریم، کلش آف کلنز هم همینطور، اسکین هیروها واقعا گیر نمیاد و این چیزا. ولی آقا میشه یه کاری کرد که حالا اسکینایی رو که ما نتونستیم بلیت طلایی تهیه بکنیم و به دستشون بیاریم و این حرفا رو، مثلا یک سال بعد، همونطور که الان تو ایموتای بازی دقیقاً به همین صورت، یک سال بعد از اینکه حالا پرونمایی میشن میاد این توی این قسمت، حالا گیرتون بیاد با جم میتونید تهیهش بکنید. و خب خیلی خوب میشد اگه حالا بعد از اینکه این مدت مشخص گذشت این اسکین تاورای قدیمی دوباره به این قسمت برمیگشتن، ما اینا رو میتونستیم اینجا ببینیم و با جم اونا رو برای خودمون تهیه بکنیم بعد از یه مدت، دقیقاً مثل ایموتای قدیمی که بعد از یه مدت برمیگردن. و خب به نظرم خیلی جالب میشد، حالا مقدار جمش بستگی به خودش داره، 300 500 هزار تا هستن، ولی خب خیلی قابلیت باحالی میشد اگه میشد این اسکین تاورای قدیمی رو هم برگردوند با جم دوباره خریداریشون کرد و به دستشون آورد تا افرادی که حالا بلیت طلایی تهیه نکردن هم بتونن بهشون دسترسی داشته باشن. مورد نهم آقا جان، اونایی که بلیت طلایی تهیه کردن تو بازی کلش رویال این قابلیت رو دارن که بتونن مثلا یه صندوق رو بزنن باز بشه، صندوق بعدی رو بذارن تو صف که مثلا برن بخوابن، دو ساعت هشت ساعت دیگه بعدش بیان میبینن صندوق اولی اوکی شده، صندوق دومی خودکار رفته روی باز شدن و کلا خیلی قابلیت اوکیه که برای بچه‌ای که بلیت طلایی ندارن بهش دسترسی ندارن اوکی. اما خب خیلی خوب میشد اگه مثلا توی خود کلنی که ما هستیم هم ما به طور روزانه این قابلیت رو داریم که بتونیم سه بار توی طول روز رک بدیم دیگه. اون ور بچه‌ای که بلیت طلایی خریدن خیلی باحال میشد اگه یه قابلیتی اضافه میشد که نه حالا همه ور بچه‌ها، اونایی که حداقل بلیت طلایی خریداری کردن بتونن رک های بعدیشون رو هم توی صف بذارن. یعنی چی؟ یعنی به طور مثال من الان نیاز دارم بیام بات رک بدم و خب ممکنه 8 ساعت دیگه تو بازی نباشم، خب هر 8 ساعت میشه یه بار رک داد و خیلی باحال میشد اگه بتونستم توی صف بذارم که رک بعدی من رو هم مشخص بکن، مثلا من میخوام دوباره به بات رک بدم بعد از این 8 ساعت یه بار دیگه برا من به طور خودکار توی صف گذاشته باشه، رک بعدی من رو هم بفرست تو کلن که بیان من بچه ها پر بکنن و این حرفا، واقعا قابلیت خوبی میشد. مورد دهم آقا جان، یکی از بخشای باحال بازی کلش رویال این قسمت پارتیشه که ما میتونیم بریم مسابقه بدیم بدون اینکه اصلا جاممون کم بشه، همینطور مسابقه وان آن وان بدی، دو به دو بدی، بخشای مختلف. و یه چیزی که اینجا داره این مسابقه ایه که معمولا هر چند وقت یه بار عوض میشه، حالا مثلا این مدل مسابقه که الان اینجا میبینین رو برده، بعضی وقتا مرگ ناگهانی میاره، بعضی وقتا درافت چالش میاره و انواع مسابقات مختلفش. و خب من نمیفهمم چرا همه اینا رو نمیذاری اینجا، برای بچا شاید دلشون میخواد بیان تمرین بکنن. خب همه این انواع مسابقه ای که مثلا توی ماه یک بار یا دو ماه یک بار میاری این قسمت میذاری یه هفته فقط میمونن و همه رو بذار باشن دیگه، مگه اینطور نیست که ما اگه وارد قسمت کلن خودمون بشیم توی فرندلی بتلمون همه انواع مسابقات رو اینجا میبینیم؟ خب حتما نباید که بر بچه های کلن خودمون باشه، بیا اینجا توی این قسمت پارتی همه انواع مسابقات باز بذار دیگه، چه کاری دو ماه یه بار همونا رو هی میاری؟ جدید که نمیشن، هموناست ولی دو ماه یه بار دوباره هی میخواد برشون گردونه. خب همه رو اگه باز بذاری همه بچه‌ها دسترسی دارن به این مسابقات، بیشتر تمرین میکنن، خیلی هم خفنه.
مورد 11 هم آقا جان، اینجا رو ببین. الان من طرف حسابم این رویال دلیوریه. وقتی از هوا سقوط میکنه زمین، هم نیروهای زمینی رو میزنه و هم نیروهای هوایی. الان مینیونا رو هم حتی زد، خیلی کارت اوکیه. چرا مگا نایت اینطوری نیست؟ آقا مگا نایت با اون ابهت، با اون همه اکسیر میندازیش نیروهای زمینی رو اصلا داغون میکنه، خیلی هم خوب، خیلی هم اوکی. چرا نیروهای هوایی رو نمیزنه؟ یه باگه این آقا جان. مگا نایت وقتی داری این همه اکسیر هزینه میکنی، باید نیروهای هوایی رو هم بزنه. حالا نکشه مثلا اینفرنو دراگ رو که نمیخوایم بکشه، ولی حداقل دیگه این مینیونا و اینا رو از بین ببر. خیلی رو مخیه. ما مگا نایت رو میندازیم پایین، اصلا هوایی رو نمیزنه، در حالی که از هوا فرود میاد. دقیقاً مثل رویال دلیوری. خب خیلی باحال میشد اگه نیروهای هوایی رو هم مگا نایت ضربه وارد میکرد. مورد 12 آقا، گفتیم ارتقا دادن کارتای اپیک کار سختیه داخل بازی. اگه میشد مثلا همون یک شنبه های همون 3 بار رکتات خیلی عالی تر میشد و این حرفا، ولی غافل نشیم به خدا ارتقا دادن کارتای ری رو، همون کمیاب و فلان و این چیزا هم خیلی سخته، در حالی که ما میتونیم حتی هر روز هر 3 باری که مجازیم رک بدیم رو کارتای ری رو بیایم رک بدیم. ولی خب بازم با این حال خیلی سخته ارتقا دادن کارتای ری. شما نگاه بکن، لول 11 میخوای بکنی 400 تا لازم داره، لول 12 میخوای بکنی 500 تا لازم داره، لول 13 750 تا لازم داره، همینطور هی میره بالاتر و خب جور نمیشه به این راحتی. ارتقا دادن کارتای ری خیلی سخته. نکته ای که بهتر میشد اگه انجام میشد این بود که حالا ما مجازیم در طول شبانه روز که بیایم 3 بار رک بدیم دیگه، خب میتونیم کارت ریر رو هم رک بدیم. ولی خب اگه ما بخوایم کارت ریر رک بدیم، فقط میتونیم 4 تا دونه بگیریم. خیلی بهتر میشد اگه این عدد بیشتر میشد. به طور مثال ما میتونستیم 8 تا دونه کارت بگیریم. یه ذره فقط همینطور سرانگشتی حساب بکنیم، متوجه میشیم ما میتونیم 40 تا کارت کامون بگیریم با یه بار رک دادنمون فقط، ولی 4 تا کارت ریر فقط میتونیم بگیریم. ولی خب این در صورتیه که مثلا همون کارت کامون لول مکس 14 هم بخوای بکنی 4000 تا میخواد، ولی کارت ریر اصلا جور نمیشه. شما باید 200 بار ریک بدی تا بتونی برای لول مثلا 13 یا 12 کردن به حد نصاب برسونی تعداد کارتاتو. یه جوری اوکی نیست این قضیه. به نظر من این 4 تا دونه کارت ریر باید بیشتر بشه. اگه نمیتونین 8 تاش بکنین، حداقل 6 تاش بکنین. حداقل نمیدونم، خیلی ارتقا دادن کارتای ریر با فقط ریک دادن عادی سخت. یعنی ابر کارت و این چیزا هم که به این راحتی گیر نمیاد، خصوصا برای اونایی که بیلت طلایی ندارن، و ارتقا دادن کارت‌های رر واقعا اونقدر آسون نیست. بعدی آقا جان، جاینت اسکلت که داریم اینجا با هم دیگه مشاهدهش میکنیم. جاینت اسکلت یه روزی برمشتران بروبیایی داشت اینجا، ابهتی داشت. آقا ما دو تا دونه جاینت اسکلت میذاشتیم تو زمین. حالا اگه اونایی که خیلی دیگه فانتزی باز بودن از اسکل شبیه سازی و آینه و بلون این چیزا هم استفاده میکردن، زمین رو پر از جاینت اسکلت میکردن و اصلا دیگه حریف کاری نمیتونست انجام بده. اون بومبه که میترکید حتی مگا نایت رو از پا مینداخت، نابود میکرد. ولی الان اینقدر بعد جوینت اسکلت رو ضعیف کردن که وقتی میبینیش میگه جوینت اسکلت رو برده با خودش، اصلا کاری نمیشه باش انجام داد. بمبه میتره که حتی دربر هم نمیکشه، خب چه دردی میکار؟ اینقدر ضعیفش کردیم که حتی دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. خب جوینت اسکلت به نظر من یه اوبهتی داره، میتونه یه ذره قوی تر بشه. اون قدرت بمبش میتونه روی نیروهای حریف یه دمیج بیشتری وارد بکنه که ما خیالمون راحت باشه میتونیم باهاش دفاع بکنیم. مورد 14 آقا جان، بازی به طور خودکار هر 24 ساعت یه بار، یعنی روزی یک بار میاد و برای ما 3 مدل استیکر مختلف یا ایموت مختلف توی بازی قرار میده که ما میتونیم با جیم اینا رو خریداری بکنیم و اضافه شون بکنیم حالا به استیکرهایی که داریم، و خیلی هم خفنن و این حرف. اوکی، با این قضیه کاری نداریم. ولی مشکل اینجاست که به طور مثال من الان دلم میخواد مثلا این استیکر رو خریداری بکنم و داشته باشمش، جیم میدم بابتش، رایگان نمیخوامش که، ولی باید صبر بکنم تا بازی به طور خودکار خودش اینو برای من جزو پیشنهادات روزانه بیاره. خب این خیلی رو مخه. من الان دلم میخواد که به طور مثال بیام اینو تهیه بکنم، ولی نمیتونم. تا زمانی که بازی اینو نده نمیتونم بگیرمش. خب خیلی خوب میشد اگه بازی یه بخشی اضافه میکرد که اگه ما مثلا روی همین ایموت کلیک میکردیم، میگفت که شما میتونی با مثلا 500 تا جم اینو برای خودت تهیه بکنی. ببین نگفتم با 250 تا جم، 250 تا جم
رو که خود بازی داره پیشنهاد میده. من میگم بازی بیاد و بگه مثلا با 500 تا جم تو میتونی همین الان استیکری که دلت میخواد و تهیه بکنی. اونجوری خیلی خوب میشد. یعنی ما دیگه صبر نمیکردیم تا حالا بیکی بشه خود بازی تو پیشنهادات روزانش مثلا یکی از این ایموتایی که ما دلمون میخواد و برامو بیارتش. نخوایم صبر بکنیم، بیایم جم بیشتری پرداخت بکنیم، ولی همون لحظه ایموتی که دلمون میخواد و تهیهش بکنیم و بیاد قاطی بقیه ایموتامون رو. خیلی باحال میشد، خیلی قابلیت خوبی میشد که میتونستیم ازش استفاده بکنیم. و آقا رسیدیم به مورد 15. توی مورد 15 میخوام بریم سراغ یه چیزی که خیلی رو مخه، اصلا واقعا خیلی رو مخه، اونم در رابطه با این ابرکارت هاست. به طور مثال من الان اینجا 136 تا ابرکارت ریر دارم، یعنی میتونم کارتای ریر هم و هر چقدر میخوام بزنم و قوی ترشو بکنم. اوکی، من اگه بیام و این یوز رو بزنم و مثلا بخوام بیام مثلا این خوکه رو قویش بکنم، خیلی این قضیه رو مخه که من باید هر 136 تا ابرکارتمو بیام استفاده بکنم. به طور مثال من دلم میخواد مثلا 100 تاشو روی این خوکا استفاده بکنم، 36 تای بعدیشو بیارم مثلا روی مینی پکان بزنم، ولی خب بازی این اجازه رو به من نمیده. خیلی بده، واقعا اصلا عجیبه که من همچین دسترسی ندارم که هر چقدر دلم میخواد از این ابرکارتام توی کارتای مختلفم استفاده بکنم. واقعا خیلی بده. شاید شما میگین که اوکی اول پس بیا برو مثلا بزن رو والکریت قویش بکن، برج بومتو قوی بکن، اون تعدادی که باقی مونده رو بیار مثلا رو خوکت بزن، ولی اینطور نیست. من الان مثلا 136 تا فقط دارم، اگه بیام روی برج بوم بزنم خب تموم میشه دیگه، هیچیش نمیرسه به اون یکی کارت. باید بازی یه قابلیتی اضافه بکنه، یه اهرم، یه سویچ، یه چیزی بذاره اینجا که ما بکشیمش این ور اون ور و مثلا تعیین کنیم که آقا مثلا از این 136 تا فقط 80 تاشو بیار روی برج بمب من که بخوام قویش بکنم، بقیهش مثلا اون 56 تا خورده ایش بیاد بمونه که مثلا بزنم رو راکتم. و خب خیلی چیز رو مخیه، واقعا باید این قضیه اصلاح بشه که من هر چقدر دلم میخواد از این ابر کارتام روی کارتای مختلفم استفاده بکنم، نه اینکه همشو یه جا بیاد و مثلا بزنه روی این کارت. خیلی خوب رفقا، اینم از این 15 مورد از بندوبستاتی که باید به بازی کلش رویال اضافه می‌شدن، ایده هایی که بهتره به بازی اضافه بشن، یا حالا مشکل هایی که داریم و بهتره که رفع بشن و با هم دیگه بررسی کردیم. خیلی هاشون کامنت های خود شماها بوده و خب اگه از این ویدیو استفاده بشه بازم میایم سراغ پارت های بعدیش، حتما بازم با کامنت های خودتون، با نظرهایی که خودتون دادین میایم ویدیوهای دیگه ای می‌سازیم، ادامه همین قضیه، پارت های بعدی همین ایده های جدید برای بازی کلش رویال رو ادامه میدیم. در رابطه بازی کلش گرنزم که قبلا گذاشتیم بازم ادامه میدیم. اگه تعداد این ایده ها رو هم از 25 تا کردیم 15 تا، فقط برای این بود که تایم ویدیو خیلی زیاد نشه، سرسام‌آور نشه و توی پارتای بعدی بریم سراغ بقیهشون و این حرفا. دمتون گرم، خلاصه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه کامنتی که خودتون داده بودین توی این نظرات بود، حتما برام بنویسین کدومشون نظر شما بود و این حرفا، و اگه گفته نشد من توی ویدیوهای بعدی همچنان از کامنتای قبلی استفاده میکنم و کامنتای جدیدی هم که حالا توی همین ویدیو میذارین رو برای پارتای بعدی این ویدیو حتما مورد استفاده قرار میدیم و ایده هایی که قراره حالا به بازی اضافه بشه توی ویدیوهای بعدی میخوایم با هم دیگه بررسیشون بکنیم و حتما لحاظ میکنیم. خلاصه با هم دیگه دمتون گرم. موقع بقیه ویدیوهای منم که میدونین دیگه در جریانش هستین و این حرفا، میتونید تو کانال یوتیوب دنیای مستر پانک تماشا بکنید و امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. مثل همیشه هم اگه حتی یه ذره خوشتون اومده از این ویدیو، به دردتون خورد و این حرفا، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، خدایش زیاد وقت نمیده. دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی. We'll be right back.